سلام خوش اومدید به کلاس درس این فرمول شتاب مرکزگرا مساوی با سرعت خطی به توان دو تقسیم بر آر یا آر سرعت زاویه‌ای به توان دو چیزی بود که ما یک بار به صورت شهودی بحث کردیم یک بار به صورت نسبتا خوبی اثبات کردیم و من الان میخوام اثبات کاملا ریاضیش رو بیارم این به هیچ وجه در حد فیزیک دبیرستان نیست بیشتر فیزیک ترم یک دانشگاهی حساب میشه اما به هر حال من این رو میارم و دوستان دبیرستانی هم اگر خوب توجه بکنن میتونن بفهمن اگر هم نخوان خب میتونن این ویدیو رو نبینن اما مطمئن باشید از ریاضیات موجود در اون لذت خواهید برد کاری که من میخوام بکنم اینه که فرض بکنید این ذره من داره روی دایره حرکت میکنه و شعاع دایره هم هست R من به موقعیت ذره در هر لحظه از زمان میگم پی یعنی پی از پوزیشن به معنی موقعیت میاد و من میتونم موقعیت ذره در هر لحظه زمان رو با یک بردار نشون بدم و این بردار تابعی از این تتا خواهد بود یعنی تابعی از این زاویه‌ای که این بردار من با محور x تا میسازه منظور من چی هست؟ منظور من اینه که من میتونم بیام این پی تی رو یعنی موقعیت رو به صورت دقیق مشخص بکنم به صورت تابعی از تتا این پی تی من یک مؤلفه x ای خواهد داشت و یک معلفه y. یعنی من میتونم تجزیهش بکنم به معلفه هاش روی این دو بردار حالا معلفه x این بردار من چی میشه؟ خب معلفه x بردار من طبعا میشه تصویر بردار من روی محور x. ها یعنی من از اینجا یک خط عمود بکشم روی محور x. هایی میشه معلفه ایکس اندازه این چقدر هست؟ خب من مطمئنم شما میدونید که این هست R ضرب در کسینوس تا پس این میشه R ضرب کسینوس تتا به همین ترتیب معلفه ایگرگ بردار من یعنی تصویر این بردار روی محور ایگرگ ها برابر هست با آر سینوس تتا در راستای محور ایگرگ ها اگر شما این رو خیلی ساده کار مسلساتی ساده من دارم میکنم یعنی این تصویر رو و این تصویر رو خودتون میتونید نشون بدید که این تجزیه بردار من به دو معلفه X و وای خواهد بود خب حالا من از فیزیک حرکت شناسی یا سینماتیک چی میدونم؟ من میدونم که وی تی و پس این پی هم که بردار هستی من این علامت بردار رو بذارم وی تی مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با مشتق پی تی به نسبت زمان دیگه درسته پس وی تی میشه مشتق پی تی به نسبت زمان حالا ممکنه شما یک چیزی بگید بگید این پی تی من که اصلا تابع تی نیست که من اینجا اصلا هیچ خطی ندارم زمان اینجا وجود نداره چطور تو میخوای از این به نسبت زمان مشترک بگیری صفر میشه که اما خب من اینجا بهتون میگم که نه دقت کن نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این تتای من داره با زمان تغییر میکنه برای من این تتا خودش یک تابعی هست از زمان و در نتیجه بردار پوزیشن یا موقعیت من هم یک تابعی از زمان خواهد بود دقت کنید که در این حرکت دایره این تعتا دائم داره با زمان افزایش پیدا میکنه بنابراین من میتونم از این رابطه به نسبت زمان مشتق بگیرم و الان میتونم این کار رو بکنم چطور میتونم این کار رو بکنم خب بیایید با همدیگه حساب بکنیم این مساوی میشه با من مشتق مؤلفه x و y رو جداگانه میخوام بگیرم پس این مساوی میشه با r دی کوسینوس تتای تی به دی تی در راستای محور ایکس ها به علاوه آر دی سینوس تتای تی به دی تی در راستای محور وای ها علتش اینه که آر یک عدد ثابته و من میتونم اونو بیارم بیرون و در تجزیه بردارهای عمودی شما میتونید جدا جدا از هم مشتق بگیرید و اونها رو با هم جمع برداری بکنید تا مشتق نهایی رو به دست بیارید حالا کافیه که من از کوسینوس تیتای تی به نسبت تی مشتق بگیرم که برای این هم میتونم از قاعده زنجیری استفاده بکنم دیگه چیزی که در سال سوم دبیرستان و البته سال اول دانشگاه حتما یاد گرفتین این مساوی میشه با آر منفی سینوس تیتای تی در مشتق تیتای تی به دیتی در راستای محور x ها به علاوه r کوسینوس تتای t d تتای تی به دی تی من الان فقط از یک قاعده زنجیری خیلی ساده استفاده کردم که کوسینوس وای ایکس مساوی میشه با منفی سین ببخشید دی کوسینوس وای ایکس به دی ایکس مساوی میشه با منفی سینوس وای ایکس دی وای به دی این قاعده زنجیری همون چین رول هست بنابراین این عبارت رو من به دست میارم اما ما یک چیزی رو میدونیم و اون هم اینه که این جمله یعنی مشتق تهتا به نسبت زمان یا آهنگ تغییر زاویه به نسبت زمان سرعت ای هست در حرکت یک نباخت که فرض من این هست و این هم همون سرعت زاویه ای هست بنابراین من میتونم مجموع این عبارت رو به این شکل بنویسم که این مساوی میشه با منفی آر اومگا سینوس تتای تی در راستای محور ایکس ها منفی کوسینوس تتای تی در راستای محور وای ها. این منفی با این منفی در مجموع مثبت میشه چون این عبارت مثبته و این منفی با این مثبت منفی میشه چون این عبارت منفیه این میشه بردار سرعت من پس اینو بذارید من بنویسم این میشه بردار سرعت خب حالا بذارید من این گوشه رو پاک بکنم که بتونم بیشتر جا باز کنم که بتونم در همین یک صفحه اصلا بنویسم خب حالا من چطور میتونم شتاب رو به دست بیارم معلومه من باز هم همین کاری که اینجا کردم رو میتونم بکنم و بردار شتاب رو به دست بیارم که مساوی هست با دیه وی تی به دی t و از این عبارت مشتق بگیرم به نسبت زمان که این مساوی میشه با منفی r r اومگا دوباره دی سینوس تتای t به دی تی در راستای محور x ها به علاوه ببخشید من های دی کوسینوس تتای تی به دی t در راستای محور وای ها خب پس بذارید من یه مقدار این رو تکون بدم که اینجا یه این مقداری جا باز بشه بتونم بنویسم خب الان من اگه از این دو عبارت دوباره به همون روش مشتق زنجیری مشتق بگیرم این مساوی میشه با منفی آر اومگا این عبارت یعنی دی سینوس تتا به دی تی میشه کوسینوس تتا تی دی تتا تی به دی تی و این عبارت میشه به علاوه سینوس تتا تی دی تتای تی به دی تی من دوباره همون روش بالا رو اعمال کردم و این دی تتای تی به دی تی و این دی تتای تی به دی تی دوباره میشن همون اومگا یا سرعت زاویه ای بنابراین من میتونم این عبارت رو ساده بکنم و بگم شتاب یعنی آی تی مساوی میشه با منفی آر اومگا به توان دو در کوسینوس س... تتای تی در راستای محور ایکس ها پس این یک راستای محور ایکس ها هم اینجا داره این هم یک راستای محور وای ها و علاوه سینوس تتای در راستای محور وای ها و این میشه عبارت نهایی فرمول شتاب من اما این عبارت یک چیز خیلی 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 جالب داره و اونم اینه که این جمله که در این عبارت وجود داره رو اگر من در همین آری که وجود داره ظرف کنم در حقیقت این آر رو از اینجا خط بزنم بیام اینجا اضافهش بکنم و اینجا این دقیقا میشه این معادله پوزیشن یا موقعیتی که من داشتم و بنابراین من میتونم بگم که شتاب در حرکت دایره ای یعنی آی تی در حرکت دایره ای مساوی هست با منفی اومگا یعنی سرعت زاویه‌ای به توان دو ضرب داره پی تی که همون برداره موقعیت هست و این نشون میده که شتاب دقیقا در جهت عکس بردار موقعیت یعنی در این راستا هست یعنی ما به صورت کاملا ریاضی اثبات کردیم که شتاب به سمت مرکز دایره هست چون هم, جه هم, راستا هست با بردار موقعیت و در عکس جهت بردار موقعیت هست این میشه بردار شتاب به صورت کاملا دقیق که ما به دست آوردیم خب حالا من چطور از این میتونم برسم به این فرمولی که اینجا داشتم دیگه این قسمتش خیلی راحته دیگه وقتی که من این عبارت رو دارم پس بذارید من یک مقدار دیگه این صفحه رو جابجا بکنم که بتونم این زیر باز هم بنویسم وقتی که من این بردار موقعیت رو دارم میتونم از برابری دو بردار استفاده بکنم و بنویسم که از این نتیجه ای که حاصل میشه اینه که اندازه بردار شتاب که من بهش میگفتم ASC مساوی هست با اندازه منفی اومگا دو پی تی که چون اومگا دو یک عدد هست این منفی هم که اصلا در اندازه اثر نداره دقت کنید من دارم اندازه دو بردار رو حساب میکنم این مساوی میشه با اندازه اومگا دو اندازه پی تی یا بردار موقعیت اندازه اومگا دو هم چون اومگا به توان دو یک عدد مثبته میشه خود اومگا به توان دو اندازه بردار موقعیت هم که اینجا داشتیم که اون بالا حالا اگر یه خورده ویدئو رو بزنید عقب برابر بود با شعاع دایره یعنی R بنابراین این میشه R اومگا دو من از این نتیجه میگیرم که AC میشه R اومگا به توان دو یا طبق این برابری مساوی میشه با V به توان دو تقسیم بر R چرا چون V مساوی هست با R اومگا خیلی هم خوب